با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، از سلام ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی و داریم با جاذبه های دیدنی میهنمون آشنا میشیم. اینجا استان مرکزی هست، شهر خمین، و ما الان فاصله گرفتیم حدود تقریبا فکر کنم 30 کیلومتر اومدیم، درسته؟ در حدود 20 کیلومتر 25 کیلومتر اومدیم بیرون. قراره یکی از جاذبه ها و آثار تاریخی کشور رو بهتون معرفی کنیم در شهر خمین. جناب آقای ناصری عزیز همراه ما هستند. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر بشنویم. زنده باشید. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم برنامه همسفر، در خدمتتون هستم. تخصصتون چی آقای ناصری؟ بنده کارشناس گردشگری هستم و به صورت حالا تخصصی روی بحث سنگ‌نگاره‌ها و گردشگری سنگ‌نگاره‌ها کار می‌کنم. درست. پس سوژه گزارش امروزمون سنگ‌نگاره‌ها هستن. سنگ‌نگاره‌ها معمولاً در جاهای مختلفی از کشور رو می‌تونیم ببینیم. ما تو نجف آباد به بینندگان معرفی کردیم قسمتیش که نقش‌های مختلفی بوده. شما گفتین اینجا خیلی فراتر از نجف آباد جاهای دیگه تو کشورمون میتونیم سنگ‌نگاره‌ها رو ببینیم. یه توضیح مختصری بدین تا بعد در مورد این سوژه بیشتر ببینند. شما در خدمتتون هستم. ما الان توی منطقه تیمره هستیم. تیمره یک محوطه ای است به وسعت 150 کیلومتر مربع. این منطقه بین سه تا شهر خمین، علی گودرز و گلپایگان، یا بهتر بگم بین سه تا استان مرکزی، لرستان و اصفهان قرار داره. حدود 70% این منطقه داخل حوزه جغرافیای شهرستان خمین قرار میگیره. از لحاظ بحث تنوع نقش ها، خب ما داخل منطقه تیمره تا به امروز بیش از 21,000 نمونه سنگ نگاره کشف شده و از لحاظ بحث قدمت هم قدیمی ترین نمونه ای که کشف شده 40,800 سال قدمت داره، یعنی برمیگرده به زمان عصر یخبندان، بعد قبل از اینکه حتی انسان یک جانشین باشه و به صورت حالا مهاجرتی زندگی میکرده و در و مناطقی که اینجا داریم به دنبال شکار بوده و به صورت دانه جمع کنی زندگی میکرد. این محوطه خب همونجوری که شما هم عرض کردید اول صحبتاتون این بود که حالا توی خود خمین از لحاظ بحث تعداد نقوش خیلی تنوع داریم و از لحاظ بحث تعداد نقوش هم تنوع زیادی داریم. ما توی 24 تا استان کشور ما سنگ‌نگاره‌ها رو میتونیم پیدا کنیم که خمین از لحاظ بحث تعداد و قدمت سردمدار و پرچم‌دار سایر نقاط ایران هست تا به امروز و طی تحقیقاتی که تا به امروز انجام شده. بله، الان ما یه جاده خاکی رو عبور کردیم، یعنی جاده‌ای که سرشیه زیادی داشت، رسیدیم به دره‌ای که ما الان در ابتدای این دره هستیم و بعد فاصله بگیریم تو سایت اصلی بخوایم وارد بشیم. از زمان کشف این دره هم بگین که چند سال الان اینجا شناخته شده مشخصه. این نقوش، خب بحث سنگ‌نگاره ها تقریبا میشه بگی که تو گذر زمان تمامی مردم بومی اینجا این نقوش رو میدیدن، میشناختن و با اینها شاید زندگی کردن، ولی خب حالا اینکه اومدن اینها کشف شد و به عنوان سنگ‌نگاره‌ها قدمتشون رو اومدیم کار شد، برمیگرده شاید به حدود سال 83 که ما سرتیم‌های مطالعاتی اروپا رو دعوت کردیم اینجا، اومدن اینجا کارهای تحقیقاتی انجام دادن، دستگاه‌های خاص پیشرفته آوردن، سنسنجی انجام دادن روی اینجا و بحث سنگ‌نگاره‌ها از اون اندیشه و فکری که بود قبلا به عنوان نقاشی‌های چوپانی میشناختندش و ارزشی نداشت، الان به عنوان یکی از جاذبه‌های ویژه گردشگری شناخته شده است و داره روشون بحث مطالعات انجام میشه که هر روز بیشتر معرفی بشه. اینی که یک نقاشی رو به خیلی سادگی ما روی سنگ‌ها تماشا بکنیم که حالا ممکنه عکس انسان باشه، حیوان باشه و یا حتی به هر حال اشیایی که پیرامون اینجا هستند، خیلی ساده هستن، ولی این که میگن 40,000 سال قبل این نقاشی کشیده شده و الان ما هنوز داریم اونو میبینیم آثارش هست، این مهمه. اهمیتش به خاطر اینه که 40,000 سال قبل بشر در اینجا زندگی میکرده و به هر حال از خودش اثری رو جا گذاشته که شما الان میتونید اون رو تماشا بکنید. شاید خیلی راحت هم از کنارش عبور بکنیم و اون نقاشی چوپانی که های ناصری بهش اشاره کردن رو به این شکل میگن که خب مرتع هست و بحث چوپانی و شبانی اینجا بوده، ممکن چوپانی به هر حال اینجا و هر حال به خاطر اینکه اوقات فراغتش هم یه جوری سپری کنه روی سنگ ها اون نقش ها رو ایجاد کرده، ولی تمام این نقش ها یک روایت خاصی رو هم میتونه
به هر حال به ما برسونه، اینکه اقلیم اینجا به چه شکلی هستش، چه جونورهای اینجا زندگی میکردن و چه شرایطی اینجا داشته، خودش میشه گفتش یک طراحی خیلی زیبا هستش. به تصاویری که گرفتیم توجه کنین. تو بخش بعدی آقای ناصری بهتر در مورد این اشکال برامون توضیح خواهند داد، رسمشون و حتی اگه بتونیم بگیم که واسه چی اینا کشیده شده. اگر بخوایم به چرایی و ریشه اسم تیمره اشاره بکنیم، خب تیمره توی گذر زمان یکی از ایالات زمان هخامنشیان بوده که وسعتش از استان اصفهان امروزی تا استان همدان امروزی ادامه داشته. این محوطه توی گذر تاریخ بعد از ادوار مختلف میاد محدود میشه به همون 150 کیلومتر مربعی که اوایل صحبتام بهش اشاره کردم و بین سه تا شهر خومن، گلپایگان و علیگودرز. تنوع نقوشی که ما توی سنگ‌نگاره‌ها داریم به چند بخش میتونیم تقسیمشون کنیم. نقوش ایدئوگرام هستن یا نقوشی که اندیشه و فکری پس اونها هستش، مثل نقش بز کوهی که بیشترین فراوانی رو دارن توی سنگ‌نگاره‌ها. و این بحث ایدئوگرام و بحث اون رفرنسی که دارن برمیگرده به اسطوره‌های ایران زمین و به صورت مشخص به اون اسطوره مش و مشیانه و زایش انسان. یک سری دیگه نقوشی که ما اینجا داریم نقوش واقع گرایانه یا رئالیستی هستن. این نقوش نقوشی هستن که حیواناتی که اینجا زندگی میکردن، انواع و اقسامی که بوده، حالا نمودهای داریم مثل شیر، گوز، حیوانهایی که اینجا زیستگاهشون بوده ولی به خاطر تغییرات آب و هوایی منقرض شدن و یا به خاطر شکار بی‌رویه‌ای که اینجا توی دوره‌های گذشته انجام شده. نمونه دیگه ای که نقوشی که ما اینجا داریم علائم خطوط هستش که به صورت حالا مشخص میتونیم به دایره با سه تا زایده اشاره کنیم که همون نقش بزکویی هست که اومده توی گذر زمان استریزه شده، آبستره شده و تبدیل به خط شده. یعنی ما خط رو از تصویرنگاری اومدیم به مفهوم نگاری، اینجا تغییرش رو میبینیم و سیر تطور خط رو به نوعی میتونیم اینجا مشاهده کنیم. یکی از ویژگی‌های خاص دیگه سنگ‌نگاره‌ها هستن. نقوش دیگه‌ای که ما اینجا داریم علائم و نشانه‌های راهنمایی هستن. همونطور که حالا توی تصاویرم میبینیم نقش قطب نمایی رو اینجا داریم که با توجه به سیستم جی پی اسی که امروز ما زدیم و جهت‌یابی که کردیم کاملا منطبق هست، با توجه به اینکه این نقش حداقل 2000 سال پیش کشیده شده ولی کاملا منطبق هست با جهت‌های جغرافیایی امروزه. یک سری نقوش دیگه داریم به عنوان صحنه‌های شکار که انسان در حال شکار موجودات و انواع و اقسام شکارها و اون منبع غذایی که اینجا بوده انجام میداده. خب بیشتر صحنه شکار رو ما نقش بزکویی رو درونشون میبینیم. این بزکویی در نقش رئالیستی یا واقع گرایانه اومده کشیده شده
یکی از دلایلی که اینجا ما به وفور نقش بزکویی رو میبینیم وجود این رودخانه پر آب در گذشته اینجا بوده و یکی دیگه بحث دره‌های گداری شکلی است که اینجا داریم به صورت 7-8 شکل هستن. یک قسمت عریض داره دره و به سمت جلوی که میری به عرض دره کم میشه و شکارگاه‌های اولیه فوق‌العاده مناسبی بوده برای انسان‌های اولیه. خب سنگ نگاره‌ها از این لحاظ که قدیمی‌ترین آثار تاریخی و هنری به دست بشر هستند خیلی حائز اهمیت هست، از این لحاظ که انسان اولیه خطی برای نوشتن نداشته، راهی برای انتقال اندیشه نداشته و اندیشه و فکرش رو در قالب نقوشی که روی سنگ‌ها می‌کشیده می اومده به نسل‌های بعد منتقل می‌کرد. این سایتی که امروز ما اومدیم یکی از سایت‌های سیگانه خمین هست که معروف به دره هندی‌ها است در 20 کیلومتری جنوب شرقی خمین قرار داره و نزدیکی روستای قیدو و مزاین شهرستان خمین. این منطقه از لحاظ بحث تنوع نقوش یک سایت فوق‌العاده جالب و جذاب هست. انواع نقوش رو ما داریم، رئالیستی، واقع‌گرایانه یا واقع‌گرایانه، نقوش کاربردی، کتیبه ها و حتی نقوش آینی رو هم ما اینجا در این سایت میتونیم به وضوح مشاهده کنیم. همونطور که اشاره کردیم شهر خمین یکی از شهرهای تاریخی استان مرکزی هستش. نمونه بارزش همون دره تیمره هستش با سنگ‌نگارهایی که حدود 40,000 سال قدمت دارند و تا دوره معاصر هم حتی به هر حال قدمتشون میرسه. یک گذر زمان طولانی رو میتونیم ببینیم. اما از ویژگی‌های شهرهای تاریخی دستکندها هستند که جایگاه ویژه‌ای دارن. ما دستکندها رو در کشورمون جای جای مختلفش داریم به شیوه های مختلف که بعضن به عنوان سکونتگاه استفاده میشن، اما بزرگترین دستکندی که ما به اونجا رفتیم شهر جهرم هست در استان فارس. خب غار سنگشکن که یکی از غارهای بسیار بزرگ و زیبای کشورمون هستش به دست بشر کنده شده و از سنگ‌هاش در معماری استفاده می‌شده. در شهر زیرزمینی اویی شهرستان آران و بیدگل شهر نوشآباد اونجا رو بهتون معرفی کردیم که یک معماری دستکن قوی بود. اینجا هم این معماری رو داریم میبینیم و شبیه به اویی. اما جناب آقای شهرایی عزیز، کارشناس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمون، باستانشناس هستن. سلام علیکم، شما بینندگان همسفر میشنویم و در مورد این دستکن ها. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام دارم خدمت بینندگان برنامه همسفر. من اسماعیل شهرایی هستم، کارشناس باستانشناسی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی و این مجموعه که ما امروز در داخلش هستیم به نام دستکند تحیق و مورد کاوش قرار داریم در سال 1393. شهرستان خمین از حیث معماری دستکند یکی از شهرستان‌های برجسته استان مرکزی و حتی در ایران. تا حال 12 مورد معماری دستکند در نواحی مختلف خمین در بخش‌های در دو بخشش شناسایی شده که دو موردش مورد کاوش قرار گرفته که یکی شمین دستکند تحیق و دستکند دیگری دستکند ربات آغاش. در سال 1393 به اتفاق یک هیئت باستانشناسی ما اینجا مورد کاوش قرار دادیم. دستکند تحیق در روستای تحیق واقع شده که حالا به عبارت خمینی‌ها بهش میگن تیه،
این دستکند در یک بافت کنگلومرایی توسط انسان کنده شده و نمونه ای از معماری های دستکندی که مصنوعی و کاملا انسان سازه. خب شامل فضاهای متعدد، شامل 12 اتاق، راهرو، راهروهای مختلف، چاه، هواکش های مختلف است که همه اینا مورد کاوش قرار گرفتن و اشیا و وسایل تاریخی قابل توجهی از اینا به دست اومده که امروز در موزه عراق نگهداری میشه. درسته. خیلی برام جالب بود، بیرون از اینجا خب یه امامزاده رو داریم، بعد اومدیم یه فضایی که هیچ ارتباطی اصلا من تصور نمی‌کردم که وقتی می‌خوایم وارد یک فضایی بشیم که به هر حال دستکن هست، معمولاً وقتی اسم شهر زیرزمینی میاد یا سکونتگاهی که در زیر زمین و دل زمین کنده میشه، این حسو دارم که بعد از چند تا پله برم پایین بعد اون فضا رو ببینم، ولی اینجا خیلی همسط بود با زمین، یعنی ما هیچ پله‌ای رو به پایین نیومدیم، مستقیم اومدیم داخل این فضا قرار گرفتیم. علتش اینجا بوده که اینجا کوهی بوده، تپه بوده؟ نه، اساساً خب شکل طبیعی و توپوگرافی اینجا دستخوش تغییراتی قرار گرفته، یعنی در دوره سکونت در اینجا که حالا قاعدتاً سده مثلا ششم هجری قمری دوره خوارزمشاهیه، شکل اینجا کاملا متفاوت بوده. ورودی که امروز ما باش مواجهیم توسط لودر ایجاد شده، خب در دوره اصلی سکونت در اینجا تنها راه ورودی و دسترسی به این دستکن‌ها زیرزمینی صرفاً از طریق هواکش‌ها بوده که نمونه هواکش‌هاش ما داریم اینجا. حالا خب پله می‌خوره میاد پایین، خب نمونه‌های دیگه‌اش رو در دو جای دیگه داریم که او غالباً 6 متر پله می‌خوره میاد پایین. خب تصادفی اینجا پیدا شده؟ یعنی در سال 1384 خب بر اساس اطلاعاتی که آگاهی شهرستان میده، خب مبنی بر اینکه اینجا کاوش‌هایی شده و اینا، حفاری‌های غیر مجازی انجام شده، ما اومدیم اینجا شناسایی کردیم، شناساییش مبناش بر اوه، ولی خب اساس کاوشش ندید، در سال 93 علمی گذاشته شده و کاوش شده. بسیار عالی. حالا تو بخش‌های بعدی در مورد نوع معماری و کارهایی که رو اینجا انجام شده برامون توضیح خواهین داد. من این توضیح رو برای شما بینندگان عزیز بدم که معمولاً وقتی یک فضایی رو ما می‌بینیم که به این شکل زیر زمین احداث شده، بحث امنیت منطقه‌ای رو میرسونه. در زمان‌های قدیم ممکنه مثلا امنیت خب کمتر بوده، به خاطر اینکه مردم میتونن در امنیت زندگی بکنن و زندگی با آرامشی داشته باشن، چنین سختی رو به هر حال تحمل میکردن و این فضاهای زیبا و دیدنی رو به هر حال احداث میکردن. اینکه میگم زیبا و دیدنی، به خاطر اینکه نوع معماری شاید ساده باشه، ولی اینکه با کلنگ و تیشه، اونم چند هزار سال قبل، چند قرن قبل این اتفاق رخ بده، خودش خیلی از اهمیته و فضاهایی که هستش تو این فضا زندگی میکردن و اینجا به هر حال روزگارشون رو میگذروندن. تو بخش بعدی آقای مهندس برامون توضیح خواهند داد نوع معماری اینجا رو و فضایی که در اون قرار گرفتیم. همسفر ما باشید. مجموعه معماری دستکن تهیق شامل 12 تا اتاق، 4 راهرو و 2 چاه. خب معماری که اینا ایجاد کردن در فضاهای در بافت کنگلومرایی، یعنی صرفا بافت کنگلومرایی رو نکندن، و اون چیزی که قابل توجه اینه که یک بین دو تا بافت کنگلومرایی در کف بالا یک لایه نرم مارنی وجود داشته که لایه نرم مارنی رو کندن و اینا به فضاها شکل دادن. اینی که اتاق‌های کوچیک و بزرگ ما داریم، خب تمام این اتاق‌هایی که ما داریم فضاهای خصوصی ان، اینا در داشتن، پاشنه‌های آجری داشتن که در بر روی اینها چرخش می‌کرده. ورودی‌ها بسیار بسیار باریکن، اندازه عبور یک شخص از نکات قابل توجه در دستکن تهیق وجود خانم‌هاست، چون ما آثار و اشیای قابل توجهی رو از جمله انگشترهای طلا، گوشواره‌های طلا در ارتباط با خانم‌ها پیدا کردیم. ما می‌دونیم که اینجا یه سری فعالیت‌های داروسازی هم توسط افرادی که در اینجا زندگی می‌کردن صورت می‌گرفته. در داخل فضاهای دستکن سری نکات قابل توجه اینها وجود انبارک‌ها بود. هر فضا به واسطه اینکه ممکن بود خمره‌های ذخیره‌ای
در داخل خونه ها قرار بگیرن و بدبو باشن، در کنار خارج از فضاهای مسکونی یک اتاقکایی رو درست کرده بودن به عنوان انبارک که داخل اینها وسایل خوراکی خودشون، خمره های ذخیره آب و غذا را نگهداری میکردن. راه های دسترسی به این دستکن قابل توجه بود، از طریق هواکش ها صورت میگرفت. ما 3 تا هواکش رو بررسی کردیم که هر 3 تا هواکش از سطح زمین به پایین میرسیدن. افرادی که در اونجا زندگی میکردن بر اساس مطالعات ما حداقل نمیست 100 سال در اینجا زندگی کرده باشن. دلیل رو آوردن این افراد به داخل زمین ما قطعا نمیدونیم، ولی میدونیم که یه سری فعالیت های مذهبی و یا حتی سیاسی دلیل شگیری این نوع دستکن بوده. بعضا خب چیزی که مطرحه اینه که آیا این دستکن وجود داشته، اینا توسعهش دادن، یا اینکه فلبداهه اینا کندن و استفاده کردن. امکان اینکه این دستکن در دورهای حتی قبل از اسلام ایجاد شده باشه، بسیار فعالیت های داخلش انجام شده هست و میتونه انسان هایی که در دوره خوارزمشاهی منطقه را انتخاب کرده باشن، این منطقه را و این ناحیه را توسعه داده باشن با کندر کلنگ و طی سالیان متعدد. البته از داخل این فضاها یکی از اتاقها چند سکه طلا به دست اومد که خب برای ما تاریخ اینجا را 100% مشخص کرد و ما میدونیم که یکی از این سکه ها مربوط به تکش ابن ارسلان پدر محمد خوارزمشاه بود که مربوط به اواخر سده 6 هجری قمری بود. این دستکن به دور قد با دستکن های دیگه در حوزه خمین ارتباط داشتن. قطعا این دستکن ها بر اساس یه سری فعالیت های سیاسی مذهبی ساخته شدن، شکل گرفتن و زندگی در اونها به عنوان سکونتگاه های مخفی ادامه پیدا کرد.